السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه قال تعالى واول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ابينندگان محترم خوشحال اسمكي کی با برنامه دیگری از برنامه های حقوق میراث در خدمت شما قرار دارم بحثی را که حالا برای شما مجددا برگزیدیم بحثی زویل ارحام است حالا زویل ارحام زویل ارحام البته میشه که ما ای هم تعریفی داشته باشیم از لحاظ لغوی و اصطلاحی و بعدش هم اقسامی داشته باشیم برای ازی البته لغوی و اصطلاحی البته زوی الارحام در لغت به معنای صاحبان رحیم یعنی خیشاوندانی که اونها حق سیل رحمی بالای ما دارن بر ای اساس خانواده در کل سه دسته تقسیم میشه یکی خانواده کوچک ما داریم یکی خانواده متوسط داریم و یکی خانواده بزرگ داریم خانواده کوچکی ما که آنچه که تعریف کرده شده یا اسره اسره آنچه که تعریف کرده شده عبارت از پدر و فرزندان و خانم و شوهر هست ای خانواده کوچک هست و خانواده متوسطی ما عبارت از امو قبیله ما هستند که شاملی به مثال عمه، خاله، کاکا، بچه کاکا ای دامنه ازی وسیع تر است ماماها یعنی در اینجا زویل ارحام مراد خانواده متوسط است کسانی که حق سیله رحمی بالای ما دارن یا به تعبیر دیگر رعایت سیله رحمی بالای ما واجب است که با اونها ما سیله رحمی داشته باشیم که اگر ما سیله رحمی را نکنیم در حقیقت پیش پروردگار متعال مسئول هستیم خب اینجا ذوی ارحام حالا در اصطلاح عبارت از در اصطلاح حقوق میراث عبارت از ورثه هستند که از جمله ذوی فروز و عصبات نمی باشند بینن این تعریف اصطلاحی برای ذوی الارحام است یعنی که بیشتر به جانب ماماها و یا دختر و خواهرزاده ها یعنی از, از هر دو طرف به ماماها ارتباط می دیرن. که انشالله که در لابلا در اقسام یزی ما این موضوع را بیشتر به توضیحش میپردازیم. خب ولی اینجا نیاز هست که ما یک کمی بیشتر در رابطه به موضوع زوی الارحام توضیحی را داشته باشیم زوی الارحام همان گونه که بعدها ما روی ازی صحبت میکنیم در اقسامش که خب خوب است که ما اول اقسام ازی را بیان بکنیم بعدش یک مقدمه گذاری هم داشته باشیم ای زوی الارحام به چهار دسته تقسیم میشه همان گونه که ما عصبات را به چهار دسته تقسیم کرده بود که اصول فروعی میت اصولی میت اصول یا فروعی پدری میت و فروعی پدر کلانی میت یا آنچه که در عربی هست اصل جزء الميت، اصل الميت، جزء ابی الميت، جزء جد الميت که کسایی که به اصطلاحات عربی آشنا هستن او را میشه که به این شکل ما تعبیر بکنیم حالا این میشه که ما مثلا فروعی میت که عبارت است مثلًا أولادي أولادي دختر أولاد البنات أولاد البنات وأولادي بنات الإبن خب أولاد البنات وأولادي بنات الإبن خب حالا ببینیم این ای قسمت اولش هست خب حالا قسمت دوم اصول میت اصول اصول میت فروع میت میشه که حالا اصول کافی هست یا فروع میت. اجداد اجداد و جدات ساقط یا ما در اصطلاح اونها را فاسد هم میگوییم سوم کسانی که به والدین میت منصوب میشوند اما جزء و میت کسانی که به والدین میت منصوب میشوند خب مثلا اولاد الاخوات مثل اولاد الاخوات و بنات الاخوه دختران برادر خب چهارم کسانی که به دو جد پدری به دو جد یعنی پدری منصوب می شوند به دو جد یعنی هم پدری و هم مادری کسانی که به دو به دو جد می دو جد دا مثلا بگیم که هم پدری و هم مادری مثلا ابوالاب یا ابوالام مثلا میشه پدری پدر یا پدری مادر کسانی که به دو جدی به دو جدی میت منصوب میشوند و یا به دو, دو جد و یا به دو جد و یا دو جدی میت و یا دو جده با دو جد یا دو جد خب در مجموع چهار نوع ما زبیل ارحام را داشتیم که میشه که حالا در موردش هم صحبتی بکنیم اولی که معمولا در زبیل ارحام یا چانس برای مستحق شدنی زبیل ارحام خیلی ها کم هست در شرایطی کنونی حتی شاید ما بگیم یک درصدی ازی تا حدی غیری ممکن هست چرا؟ برای از که زویل در صورتی نبودی دوازده زویل فروز و در صورتی نبودی عصبات اینها مستحق میراث میشن زمانی که هیچ چکی از زویل فروز دوازده زویل فروزی که ما قبلا در احوال زویل فروز را بیان کردیم هیچ چک از اینها نباشه دوازده زویل فروز هیچ چک از اینها وجود نداشته باشه عصبات هم وجود نداشته باشه دامنه عصبات خیلی ها گسترده هست و تاری مثال شما ببینین مثلا در قبایل عرب که در گذشته وجود داشت مثلا فکر بکنین که بنی طی و یا قریش حالا یک قریشی که فوت میکنه حالا از قریش هیچ کسی نمانه هیچ ذکوری باقی نمانه بعد از این بزویل ارحام تعلق میگیره که ای تا حدی حد غیری ممکن به نظر میرسه و همچنان در افغانستان هم همچنان قبایلی وجود داره به طور مثال برادران پشتونی ما قبایلی به طور مثال احمد زی باریک زی نمیفهمم که چیزهای دیگری و یا در بعضی اقوام دیگر هم این قومها وجود داره به طور مثال مومن زاده حبیب زاده و امثالی از اینها بینن یا در خب هر صورت زمانی که به تعبیر ساده بگوییم از پشت پدری هیچ کس باقی نمانه بعد از اون نوبت میرسه به زویل ارحام به این خاطر ما گفتم که حتی امکانی یک درصدی این هم کم میره که یعنی حقوق میراث به زویل ارحام تعلق بگیره خب حالا میشه که را کم توضیح بتیم مثلا اولاد البنات حالا یک کس فوت میکنه از قوم پدریش هیچ کس نیست ولی خواهرزاده داره اولاد البنت البته نواس مثلا نواسه داره بله نواسه است یعنی اولاد دخترش اولاد دختری میت که طبیعی است که در از لحاظ حقوقی میراث خود دختر الا خودش موضوع دختر گپش جدا هست ولی اولاد دختر بحث ما روی اولاد دختر است فرض بکنین که آلای دختر از قوم مومن زاده در, در خانواده حبیب زاده ازدواج کرده حالا دختر طبیعی است که اولاد ازی به او قوم تعلق میگیره یا پشتی پدری از اولاد ازی دختر حالا قوم حبیب زاده میشه نه مومن زاده بناهن اما در مومن زاده هیچ کس باقی نماند بعدش به اولاده از این دخترش که در حبیب زاده شوهر کرده به او طرف میشه که بری از او داده شوه یا مثلا یک دختری که از قوم احمد زی حالا با یکی از اقوام باریک زی به با ازدواج داده میشه حالا در قوم احمد زی هیچ کس وقتی که باقی نمانه بعد این سهمی از ای این برمیگرده به اولاد امو دختری که در قوم باریک زی شوهر کرده و امثال از اینها بینن این یعنی این مسئله را حتما شما هم تصور کرده باشین که خیلی ها احتمالی مستحق شدن این خیلی ها کم هست خب اصولی میت اجداد و جدات ساقط که ما ای را در بحث زوی الفروز مثلا ما اجداد صحیح داشتیم و اجداد, جد اجداد صحیح و جدات صحیح در مقابل اجداد صحیح و جداتی صحیحه اجدادی, ف... جد... اجدادی فاسد و جداتی فاسده قرار داره که بحث را میشه برای تعریف بیشتر به همونجا شما مراجعه بکنید تا اینکه جدات فاسده اجدادی اجداد و جدات صحیح و فاسد را در اونجا تشخیص و شناسایی بکنین که این بحث در اونجا خیلی ها به تفصیل ما او را بیان کرده بودیم بینن این هم تا حدی غیر ممکن به نظر میرسه خب که یک کس یعنی هیچ کس از فکر بکنین که اصولی از کسی باقی نمانده مثلا از قوم قبیله از هیچ کس باقی نمانده و از پشتی پدری از هیچ کس بینن این خیلی احتمال بعید به نظر میرسه یا کسانی که به والدین میت منصوب میشون مثلا اولاد الاخوات خواهرزاده ها حالا در اینجا بله خواهرزاده ها یک کس فوت میکنه به تار مثال از قبیله پدری از هیچ کس باقی نمانده حالا از بر میگردیم به این که ممکن خواهری از که حالا خواهرش طبیعی است که کسی به پدرش منصوب میشه کسانی که به والدین میت منصوب میشن بله خواهرش هم از پدرش است و هم از مادرش یا پدری هست یا مادری هر کدامش هست هر سه نو ام ام بینن اول خب نفسی خواهر او بحث جدا هست که ما در زایل فروز بحثش کردیم اما اولادی ازی که خواهر زاده میشه حالا چقدر ازی خواهر زاده اولادی ازی چقدر ای که به میشکل شکل پایین میره این مسئله هم تا حد بعید به نظر میرسه که حالا این مستحقی میراث شود زمانی که از خب خواهر خودش وجود نداره ای که خودش وجود داشته باشه باز تمام این مال میتونه خودش مستحق شوه ولی خواهر وجود نداره ولی اولاده از او وجود دارن که حالا در از جمله اولاده خواهر از جمله نه از جمله زویل فروز هستن نه از جمله عصبات از زویل احرام هستن که احتمالی به میراث بردن از اونها یک درصد هم یعنی وجود نداره چرا برای از وجود نداره که از قبیله میت خیلی بعید به نظر میرسه که هیچ کس باقی زنده نمانه خب اینجا خوب است که یک تذکر بتم تا ای که قبیله میت را وقتی که ما تذکر می امو رابطه نسبی هم معلوم باشه اما ای طور نباشه که یک شخص به طور مثال به طور مثال از قوم احمد زی خود میگیره ولی امو رابطه نسبیش با احمد زی نمیتونه به اثبات برسانه میشه که اینجا هم یک مشکلی به وجود بیایه اما کسایی که نسبشان کاملا معلوم است هدف ما از قوم قبیله ای هست چی در مومن زاده چی در حبیب زاده و چی در احمد زای بارک زای و اقوامی قب... مثل قریش و امثال از اینها بنا نمیشه که با اید با محض یک شخص ما حقوق میراث را به اساس از او تقسیم بکنیم یا اینکه که شریعت بر اساس یک ادعای حق را برای از او واگذار بکنه که ای بعید به نظر میرسه خب اولاد الاخوات خواهرزاده ها و یا اینکه که بنات الاخوه دخترانی برادر خب برادر ای خودش خو از جمله عصب است ولی دختران برادر دخترانی برادر ای این اینها هم از جمله زویل ارحام هستند خود دختری برادر به می شکل اولاده از ای چه قدری که به پیش میره یا پایین میره اینها هم در او جمله شامل هستند که احتمالی به میراث بردن از اینها خیلی ها کم هست چهارمش کسانی که به دو جد یا دو جده پدری یا مادری میت منصوب میشن به طور مثال فکر بکنیم مثلا به پدری پدری از این منصوب میشن یا به پدری مادری از این منصوب میشوند اینها هم میتونن که در اینجا هم نوعی از استحقاق را یا در صورت نبودی هیچ یکی از ورسه اینا مستحق شوند به هر صورت بحثی ما این هست که زبل ارحام خب ما یک مقدار ایره توضیح دادیم اگر چی حالا دو دیدگاهی که اینجا وجود داره من دیدگاه ها را هم در اینجا مطرح میکنم بعدش انشالله که بحث را در اینجا میبندیم در قسمت ای که آیا زبیل ارحام هم مستحق میراث هستند یا خیر؟ اینجا دو روایتی وجود داره که میشه که ما به این دو روایت بپردازیم که ابو سلیمان از محمد ابن حسن و او از ابو حنیفه روایت میکنه که فرمود زبیل ارحام مستحق میراث میشوند بینان در البته یک روایتی است که اقرب الاصناف الثانی و این علو قریبترین آلا بمیید آلا اینها به شمار می روند یعنی نوعی دوم این یک روایت است اما این مفتابیهی نیست مفتابیهی این هست که ما به می ترتیبی که بیان کردیم به می شکل هست یعنی فروع میید اینها

روایت اگرچه منصوب به امام حنیفه رحمت الله علیه هست ولی صحیح نیست برخی مذاهب دیگر به با این باور هستند مس... آه... که در صورتی که زوال فروز وجود نداشته باشه و عصبه وجود نداشته باشه حالا این نادرست است که شما حقوق را به یک کسی میتین که او را الله متعال در او حق بری از او سهمی قائل نشده بینند بهتر است که به بیت المال مسلمان ها بازگردانده شود به هر صورت اما این دیدگاه میشه که چون روایت ما و شما در البته افغانستان مذهب امام حنیفه رحمت الله علیه چون اینجا گرایش به طرف مذهب امام حنیفه رحمت الله علیه را داریم بینن بر اساس مذهب امام حنیفه رحمت الله علیه زمانی که هیچ یکی از ورسه زوی فروز و یا عصبات اگر باقی نماند و وجود نداشته باشه بناهن مال یا متروکه میت را بر اساسی ترتیبی که در زویل الارحام اینجا تذکر رفته میشه که بینها واگذار کرده شود اول به طور مثال به فروعی میت دوم به اصول میت سوم به کسانی که به والدین میت به چهارم این هم به مثلی که ما در عصباتی را بیان کردیم یعنی در زمانی که فروعی میت وجود داشته باشه با اصول ای داده نمیشه همچنان زمانی که اصول اگر زنده بود با, با طبقه سیوم داده نمیشه اگر طبقه سیوم زنده بودن و طبقه چهارم ای داده نمیشه قسمی که ما در عصبات این موضوع تذکر داده بودیم که زمانی که از فروعی میت کسی اگر باقی ماند مثلا اولاد یزو بچه یزو یا بچه بچه چقدر که پایان میره بینن پدر عصبه شده نمیتونه اما هیچ یکی از فروعی میت اگر باقی نبود مثلا تسلسل هم وجود داشت که ما را در جایگاهش توضیح داده بودیم بعد از اون میتونه که پدر عصبه شود. به همین شکل زمانی که از فروعی میت در زوی الارحام هم هیچ کس باقی نماند پس میتونه که موضوع را به اصول واگذار کرده شده و به با بازگردانده شو که فرو. اینجا اجداد و جداتی هستند که فاسد هستند یا ساقط هستند که ما در جایگاه شیره به بحث گرفتیم همچنان طبقه سوم و طبقه چهارم برای ای اساس میشه که بر اساس آنچه که فقها بیان کردن و دو روایتی که اینجا از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وجود داره که در قسمت استحقاق زوی الارحام این موضوع را هم اینجا یعنی ما بیان بکنیم اینها را مستحق در مال میراث قرار بتیم حتی دیدگاه برخی از صحابه هم در این زمینه وجود داره مثلا زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه و برخی از فقهای دیگر هم در تابعین و تبی تابعین به این هستند که زمانی که از, از, از میت اگر زوی فروز کسانی که حقشان را الله متعال تعیین کرده که دوازده شخص هستند که مادر گذشته بیان کردیم اونها وجود نداشته باشه و عصبات هم وجود نداشته باشه پس مال به بیت المال بازگردانده میشه به زوی الارحام داده نمیشه این دیدگاهی برخی از مذاهب بود و یا دیدگاهی بعضی از فقهای مسلمان بود و همچنان موضوعی زوی ارحام که در اینجا خدمتی شما بیان کردیم و تا برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات